طالبان در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند از سوی شورای کویته پاکستان نظارت می شوند. شورای ولایت هلمند می گویند که برخی از اعضای شورای کویته طالبان به ولسوالی موساقلعه آمدند و نبرد را خودشان از نزدیک رهبری می کنند. معاون شورای ولایت هلمند هشدار می دهد که اگر حکومت جلوی این کار را نگیرد، بهار سال آینده هلمندیان نبرد سخت را در پیش رو خواهند داشت. یو ځل بیا غوښتنه دا ده چې وسلوالو مخالفینو ته دا موقع په لاس ورنه کړي چې دوی هغه خپل شومو اهدافو ته ورسیږي، یا د کوټ شورا شمالي هلمند ته انتقال کړي، یا هلته دوی سره ځای پر ځای شي. د کوټ د شورا غړي په هلمند ولایت کې په دغه ولسوالیو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، اتمی عضو لري، هم ستا هم ناست دي که څوک ردوي دا جنګ څوک کوي او که څوک راسره منی پردی دی کنات راسره وکی چی و راستا دلی دی راغلی دی. در این حال شماری از فعالان جامعه مدنی هلمند میخواهند تا به این پرسششان که چگونه شماری از اعضای شورای کویته به ولسوالی موساقلعه آمدند پاسخ داده شود. به طالبانو تا وقت پر کلکی جاگه که پر نظام پر حکومت که دا قدرت ویش که و پاقی سابندی وقت پر کلسی بعد خبر نده او که چی دی مشخص جغرافیه وقت پر کلکی در افغانستان دا خلق پتاوان. اندیشنه د ډیرو سیاسینو او سیاسي فعالانو همدارنګ د ځوانانو همدارنګ د دغه روشن فکرانو د ټولین د دې سره دادی چې ګواکي احتمال د دې ست چې کېدلې سي په شمالي ولسوالیو کې د کوټ شورا ځای پر ځای سي او د دوی دلته د قضا برخه د دوی اجرایوي برخه نور ټول فعالیتونه دلته شروع کړي. اما مقام های محلی و امنیتی هلمند نمیخواهند درباره حضور اعضای شورای کویته در مساقله گفتگو کنند. این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که چند پیش قول اردوی 215 میوان، یکی از مهمترین پایگاه های ارتش ملی را به نام روشن تاور از ولسوالی موساقلعه بیرون کردند و به باور شورای ولایتی هلمند بسیاری از بخش های ولسوالی موساقلعه در اداره طالبان است.